شماره هر پیراهن مساویه با تعداد گل. توی این ویدیو قهرمانای قدیم و جدید چمپیونز لیگ، جام جهانی و یورو به جنگ هم میپردازن. اما مثلا اگر فیل فودن برای منسیتی گل بزنه، چون شماره پیراهنش 47، 47 گل به اسم منسیتی ثبت میشه. حالا به نظرتون توی این چالش کدوم تیم برنده میشه؟ پرتغال در مقابل ایتالیا. شماره های 13، 15، 10، 8، 19، 11، این طرف هم 24 و 17 و 26، حالا بقیه رو نمیتونم ببینم، ولی 20 و اینا زیاد دارن اینا. تیم رونالدو اینا شماره کم داره. 20 دادیم به جام کانسلو. خیلی ببین، اصلا احتمال اینکه پرتغال ببره واقعا کمه. وای ایموبیله شماره 19، 19 بر 0 به نفع ایتالیا. 24 دقیقه از بازی گذشته. همون اول ویدیو من گفتم که اگه ایموبیله گل بزنه، رونالدو باید 3 تا تازه گل بزنه، بشه 21 گل بره بالا، وگرنه هیچی. رونالدو تو برو گرفته گلو میزنه. 19 بر 7، 26 دقیقه از بازی. حالا پرتغال تا آخر جلو کشیده، تا آخر این شانساشو امتحان بکنه. وای روبن دیاز تو ردش کمه. روبن دیاز باستونی خراب کرد. گل دوباره لا به سمت ایموبیله میرسونه. بعد حواسشون باشه که دیگه گلی نخورن دیگه از ایموبیله. ببین یه دونه دیگه ایموبیله گل بزنه 38 تا میشه ایتالیا. ایتالیا میشه 38 بر 7 بازی. دقیقه 85 بازی و آخرین لحظات و آخرین شانس های پرتغال. وای رونالدو پنالتی رو بگیر. پنالتی اینا دایو کرد رونالدو. پرتغال با نتیجه 19 بر 7 بازنده میشه و ایتالیا به مرحله بعدی میره. رئال مادرید در مقابل منچستر سیتی. اما از اونجایی که رئال مادرید مهاجم نوک نداشت، کارش سخت‌تر بود. ببین رئال مادرید 24 7 22 15 21 18 23 و غیره، این طرف 47 فودن همه رو میدرونه. یعنی یه دونه گل فودن میزنه، رئال باید 2 3 تا بزنه. رئال مادرید مادر شروع میکنه. شوامنی، برناردو سیلوا، ارلینگ هالند میتونه بچرخ خوشتر بزنه به سمت دروازه رئال مادرید. یه چرخ، یه چوت، گل نخورد کورتوا. پس یابد رئال مادرید داره جنگی بازی میکنه. ارلینگ هالند توپ گرفته، میتونه شوت بزنه. شماره این از شوتش بیرون. وای ارلینگ هالند شوتر میزنه، گلو میخوره. شماره 9 گل زد و 9 بر هیچ به نفع منچستر سیتی. حالا رئال مادرید در نبود کریم بنزما به یک شماره 9 نیاز داشت تا بازی رو تساوی بکشون. این مهاجم نوک رئال مادرید یه دونه گل بزنه، رئال دو برابر گل هالند پیش افتاده. شکیر لیشتر زده هم میزنه رو دروازه رئال مادرید. این هالند اومد داشته باشن. وای دفش کن والورده. رودری با شماره 16 میاد واسه شوت زنی یا نه. کایل واکر، برنارد سیلوا که اصابت، تو به خطا رو نگیر اونجا. هیچی نمیتونم بگم مگر که دی بروینه این رو تبدیل به گل بکنه. 17 تا گل واسه من سیتی که گلش کرد. حالا بازی 26 بر 0 میشه با گل شماره 17 منچستر سیتی، یعنی کوین دی بروینه. رودیگر با شماره 22 به حمله اضافه شده. دو اول فاز رودریگو توپ گرفته، شماره 21 رئال مادرید ارسال، ضربه ترده نمیشه، برمیگرده رئال مادرید. شماره 18 شوامنی، 26 بر 18 میشه بازی. دقیقه 83 بازی و اگه رئال مادرید بتونه فقط یک گل دیگه بزنه، احتمال اینکه ببره منچستر سیتی رو زیاده، ولی احتمال اینکه ببازه زیاده، چون خطا شده الان و 5 جوش نمونده. وای رئال مادرید با نتیجه 26 بر 18 این بازی رو واگذار میکنه و منچستر سیتی به مرحله بعدی میره. آرژانتین فرانسه. حالا شماره بازیکن‌ها 10 دارن، 26 دارن، 11، 15، 8، 25، 24، 2، 18 و 23 و 22. شماره 20 کلا خیلی زیاد دارن، بیشترینشون 26ه. اما آرژانتین 22 25 21 17 7 24 3 4 13 23 و لیون مسی شماره 10. بیشترین شماره‌ای که میتونه واسه آرژانتین گل بزنه همون شماره 25، یعنی دفاعشون که احتمالاً اونم گل نمیزنه. بله بعد شروع میشه بین آرژانتین و فرانسه. قهرمان جام جهانی 2022 قطر رو قهرمان جام جهانی روسیه بازی میکنه. لیون مسی توپش نمیرسه. امیدم افتاده بود تو برکه بختره، اصلا نمیفهمم چی میگه. من همینجوری میخوام. پاوار جلوتر میرسونه. شوامنی شماره 8 چوبر نگارش دوباره به پاوار میرسونه. شماره 8 میتونه ارسال بکنه روی دروازه امباپه. وای این گل میزد 26 تا گل مثلا به نفع فرانسه میشد. مسی که اصلا خود بچه‌ها نمیدونن، یعنی تو داری میدونی. هی زر ببین به خدا لیونل مسی گل میزنه. مسی گل میزنه، کره عرف از استان کردن روی دروازه حریف. شماره 24 به وسط در میرسونه. دیوالا میتونه شوتر بزنه از همونجا. پاولو دیوالا یه دونه شوت میتونه بزنه. لیونل مسی به مارتینز میرسونه. مارتینز توپ رو نگاه داشت. شماره 22 ببینین مارتینز و دیوالا اون جلو هستن گل بزنن. 20 تا گل به نفع آرژانتین. تو رو خدا بگی بزن دیگه. بالا دیوالا به سمت راست میرسونه. شماره 4 آرژانتین
تورام تو پر گرفته با شماره 25 بلیت تو میرسونه. حالا اونجا عثمان دمبله و کلیان امباپه یکی هم دیگه لینک شدن، به سمت چپ میارن، هرناندز توپو نگه داشته، رابیو به جلوتر میرسونه اونجا. یا اول فاس بگیرینش، اگه ریدم تو نه تو هیچ گوی نخورن. توی پنالتی کیک هم بر اساس شماره پیراهن هر کسی که گل زد به ازای شماره پیراهنش همون تعداد گل به تیمش اضافه میشه. حالا مارتینز شوتر میزنه، اگر گل بشه 22 تا گل به نفع آرژانتین، 22 آرژانتین. بعد کلیان امباپه به سمت دروازه آرژانتین میزنه و گل میشه 22 بر 10. حالا لیونل مسی با شماره 10 اگر که این پنالتی بدون تبدیل به گل بکنه میشه 32 بر 10، که همین اتفاق میفته 32 بر 10. وای 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 وای، این گل بشه خیلی بد میشه، این گل بشه خیلی بد میشه. وای 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 وای، بگیرت. فرانسه برمیگرده، فرانسه 36 آرژانتین 32. وای گل زد، شماره 22 گل به ثمر رسوند. آرژانتین 53 فرانسه 26. اگه که این گل بشه فرانسه جلو میفته، میزنه شوتر و گل. هنوز آرژانتین جلوه 53 بر 51، اینم گل میشه 17 تا میاد روش. 70 بر 51 آرژانتین پیشه، شماره کمی داره، گل رو به ثمر میرسه تازه اگه گل بشه که نشود. آرژانتین 70 فرانسه 51. حالا دی پاول اگه که اینو بتونه گل کنه میشه 77 بر 51. آرژانتین تیم با 26 تا گل بیشتر میتونه فرانسه رو ببره و به مرحله بعدی رقابت ها راه پیدا میکنه. اما الان سه تا تیم اومدن بالا و اینجا یکی از تیم ها بدون بازی به سمت فینال میره. پس بدون معطلی گردوندن رو میکنه و کسی که به فینال راه پیدا میکنه بدون بازی کسی نیست جز ایتالیا. انقدر سفید. پس در مرحله نیمه نهایی آرژانتین با منچستر سیتی بازی میکنه. یا اول فاز چه چود این بازی. ای پاتوه اونجا تو تماشاگر به خود پاتوه اون بغل سبزه. آقا اونجا رو نشون بده. آرژانتین شماره 25 و 22. ببین آرژانتین راحت میتونه کارو در بیاره، به نظر من بخاطر اینکه شماره 20 و اینا زیاد داره، اما اینا 47 10 17 اینا هم البته مولی بیشت خیلی مولن یعنی. ولی نظر منم بخوای آرژانتین بدی نیست که به این بالا بلرزه، اونم بالی اون الانکار مسی. حالا بعد چی رو میشه و برنده این دیدار به فینال رقابت ها راه پیدا میکنه و در مقابل ایتالیا باید سر بلند کنه. شاعر میگه تو خوشگلی با چیزای فانتزی، به من بوس بده با طعم کاپوچینو. چی داره میگه شاعر؟ فکر کنم قشنگ همتون شاعر رو حد زدین راحت. ایرین هالند توپ رو گرفته، فیل فودن رو باید نگه دارن، خودش 47 گل فیل فودن. یا اول فرد ایرین هالند رو توپ رو گرفته، یه دونه چرخ زیبا شوتش راحت در میاره امیلیان مارتینز. ببین فقط نگاه کن این گل نشه، این دو گل بشه 17 تا گل به نفع من سیتی. دی بروینه شوتش بار کلام امیلیان مارتینز، سانت روی دروازه ایرلینگ هالند، هدش بو چه گلی زد. 9 بر 0 به نفع من سیتی و گواردیولا، آرژانتین 9 تا عقب میفته. امیدوارم تاریخ تکرار نشه و اون بازی رئال مادرید که نتیجهش 9 تا بود و بعدش هم 17 تای دی بروینه تکرار نشه. وای وای وای، من سیتی دی بروینه آکه ارسال میکنه، بازم هالند به فودن نرسه، به فودن میرسه فاتحه تیمای حریف خونده است. دی پاول دی پاول دی پاول دی پاول دی پاول، نه خرابش نکن. دی پاول شوتش بیرون، آخرین موقعیت برای آرژانتین اگر که بتونن استفاده بکنن که نتونستن. وای وای حاجی، ایرلینگ هالند همچنان ولکن ماجرا نیست. جک گریلیش به سمت راست میرسونه، فیل فودن با شماره 47 گیر رو سر توپ. وای 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 وای، نگو حاجی میخواد فودن گل بزنه، نگو بگو. نه خوش فیل فودن در مادر رو باز میکنه شماره 47. با این نتیجه که مشاهده میکنید آرژانتین هست و من سیتی به مرحله فینال با ایتالیا میرسه و حالا فینال رقابت ها قهرمان یورو 2020 در مقابل قهرمان جدید چمپیونز لیگ. حالا بعد خوش شانس ترین تیم تورنمنت با من سیتی بازی میکرد که همه تیم ها رو برده بود. ببین دیگه اصلا معلومه، دیگه اصلا چیزی واسه گفتن نیست، شماره 47 فودن به همه ایتالیایی ها میارزه. پس ایتالیا با تمام تلاشش میکرد جلوی فیل فودنو میگرفت. بله حالا فینال رقابت ها شروع میشه، باز دوباره باید من سیتی بازی میکرد رو یکی از قوی ترین و قهرمان های یورو. اول فاز جک گریلیش ارسال میکنه، ارلینگ هالند همون اول گلو نزن. پولیتانو به جلو تر میرسونن، حالا دوباره خود پولیتانو به عقب تر میرسونن، یا ساند میکنه شماره 17 خیلی غلطی نکرد. یا آبد فاز بابا گلش کن دیگه. از این بند خدا که به نیبروینه اینقدر کار کشیدیم گواردیولا تا کلن یک فصل کامل مستوم شد. جورجینیو ایموبیله بچرخ خطر بگیر خطر بگیر، آه خطر مایس. وای خب وای، شماره 3 نزنه، شماره 3 بزنه 3 تا گل میشه همش.
چرا شماره سه زد؟ سه بر هیچ به نفع ایتالیا تانگه گل داشت. سه هیچ چی آخه؟ حالا من سیتی رو بالا میکشه تا نتیجه رو پس بگیره. بده اونور بده وسط. نه وسط همینجا نگره جان فدریکو. بارک الله خدا فدریکو برو خدا فدریکو را بنداز. بارک الله. بده عقب نبر جلو هیچ خبری نیست. پولیتانو به وسط‌تر میتونه برسونه یا نه؟ پولیتانو با قدی رشید به سمت راست میرسونه. برو کلاچ پاسی. بده گوشی از پاسا رو میده اونجا بارلا. عقب‌تر حالا اونجا شماره 2 دی لورنزو. اوه ثانیه های پایانی بازی. اگه من سیتی فقط با 3 گل به بازه تحقیر کامله. اوه جک شیرلیش به تو میرسه میتونه ارسال بکنه. توپشو گرفتن. چپ بده یوابت پس بده داخل بزن شوت رو خدا. یوابت پس بزن رو تو گل. بارک الله 19 تا گل دیگه اضافه شد. حالا ایتالیا 22 و منچستر سیتی 0. تمام. برنده این چالش کسی نیست جز ایتالیا. 22 بر 0 میبره و قهرمان این تورنمنت میشه. ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.